بازم سلام خدمت تمامی شما دوستان عزیز و بی‌نهایت گرامی. امیدوارم که در هر جای دنیایی که هستین سالم و سر حال و از سلامتی کامل بهره مند باشین. طبق حوادث اخیری که در بین منطقه جاغوری افتاد، بسیار اتفاقای ناگواری را مردم در بین منطقه تجربه کردند و بسیار برای از ما در خارج از کشور دردآور بود، وقتی که اتفاقات خیلی بد و اتفاقاتی که خیلی از عزیزان در بین منطقه متحمل می شدن اونها را ما از طریق فضای مجازی می دیدیم و واقعا بسیار متاسفیم برای تک تک شما عزیزانی که در بین منطقه هستیم. و در ابتدا می خواهیم برای تمام بازماندگان مادر زیا و فرزند زیا از برکه مهاجرین تسلیت بگیم و برایشیم واقعا متاسفیم. یک اتفاق بسیار بدی را در چند روز اخیر تجربه کردم. فقط تنها چیزی که برای از من دردآور بود او لحظه بود که از طریق شبکه روستا تیوی ما امو صدای گریه مادری امو بچه را می دیدم و صدای گریه همو زیای بال نبر کرم می شنیدم. و مطمئنم که تمام شما عزیزانی که این ویدیو را فعلا می گرنین، شما هم همچنین یک احساسی مثل احساسی از ما داشتیم. خب یک چیزی را که ما میخواست در ذهن بود و میخواستم سوال کنم و این سوال برای خود من پیشم داد، اگر ما در اون لحظه در اونجا بودیم و تویی که امی ویدیو رو میگینی، اگر در اون لحظه در اونجا بودی چی کاری میتونستی برای این دوتا عزیز اونجا انجام بدی؟ در فکر ای بودی، مطمئنیم که میخواستی او را نجات بدی، ولی نجات دیگه واقعا دیر شده. عزیزانی که در او منطقه بودن اونها فقط تنها تنیسته بودن خود خوره از او منطقه از او شرایط خود خوره نجات بدن. و ما در او تصویر هم دیدیم که مرتر چقدر واقعا خراب شده بود. به همون دلیل تنها خواهش را که شما عزیزان داریم، ای سالهای سال است که سرک بین منطقه بین تنگی یکی از بدترین راههایی است که ما در طول زندگی خود واقعا دیده بودم. ما از زمانی که بچه بودم، زمانی که جیف بود، مردم دچار همین مشکلات و سختی های رای تنگی بود. تا فعلا، ولی فعلا هیچ اتفاقی در برای بین منطقه بخصوص برای سرک نافتیده و هیچ تغییراتی در این سرک نمده. کسی دیگه انتظار ما نباید از کسی دیگه انتظار داشته باشیم که باید این سرک بین منطقه را برای از ما جور کنه تا اینکه ما بتونیم راحت از این منطقه عبور و مرور کنیم. بخصوص میدونم شرایط واقعا شرایط است که در همه جای خراب شده، شرایطی بخصوص شرایط اقتصاد در سراسر دنیا روی گرده های مردم فشار آورده و مردم رو واقعا زیر فشار قرار دادن. ولی ما هنوز هم این فرصت را داریم که بتونیم با کمک و یک سرک نوی را از پشته خانه سید علیرضا و از پشت خانه سید نظیم آقا سرک تا یک مقدار را هم ساخته شده. تنیس بکره در سرک ساخته شده، فقط من نیم این طرف کتل، فقط این طرف کتل خیلی کم کار داریم و او طرف کتل هم کم کار داریم. و ما در این مسیر تنها نیستیم. برادرایی که از چوب بوسید هستن اونها ما رو در این را مطمئنیم همکاریمون، اونها برادرایی از ما هستن، اونها در فکر از ما هستن و یک راحتی برای اونها هم هستن و ما مطمئنیم که اونها هم ما رو در این مسیر کمک مونن. خب عزیزان دل، ما روز همین جمعه به طرف وین میایم. کسانی که انگیزه کمک برای عزیزانی که در بین منطقه هست و بخوایم این سرک را جور کنیم، ما میایم در وین. کسانی که خواستن واقعا، اگه دلش برای اون مردمی که در بین منطقه هستن، برای پدر و مادر اسما، برای پدر و مادر کسانی که در هنوز در بین منطقه هستن، بچه های برادر از ما، بچه های برادری از او کسی که ویدیو رو میگینی هنوز بین منطقه هستن، اونها نیاز داریم که بین یک سرک و یک راه حل اساسی برای مردم در بین منطقه پیدا کنیم. میخواستم بگیم که اگر کمک در نظر داری، هر چه قدر که در توانت هست، از 5 یورو تا 500 یورو، از 5 یورو تا 1000 یورو، از 5 یورو تا 100 یورو، از 5 یورو تا 50 یورو، هر قدر که در توانت هست لطفاً از او عزیزان دریغ نکن تا اینکه بتونیم امی سرک را به اسم سرک بچه زیای برکه بسازیم. مطمئنیم که زیاد کار نداره، ولی زیاد دوام بره، یک هفته یا دو هفته،
ولی یک خبر دیگر که ما میخواستم برای شما در ضمن ازی برای شما بگیم این بود که ما مبلغ 1,5830 افغانی از کاری سرک قبلی در پیش دکتر مرتضای رحیمی یا مو دکتر مرتضایی که از اشکاری هسته یا اخلاقی بگیم پیش از او موجود هسته و این یک شروع خوبی برای از ما میتونه باشه. حداقل با نصف ازی پول با این پول میتونیم تقریبا نمی کتل به او طرف برسینیم. بازم ما امروز از با علیاتای مهاجیر صحبت کردم، از طریق پیام با هم گفتیم که او روز جمعه مردم مجری رو جمع مونه، خلاصه ما را با مردم چو صحبت مونه تا اینکه بتونه رای حلی برای همین مشکلات سرک پیدا کنن، تا اینکه بتونیم کار را از چی وقت شروع کنیم. باز خبرتون به زودی شما از طریق شبکه روستا تیوی خواهید دید. برای این کار ما فقط میخواستیم که یک مشوره را هم با شما انجام بدیم که بینگینید برادرها کدام از این منطقی تره که بتونیم پیش ببریم، یا اینکه سرک قوغزار رو دوباره کار کنیم یا اینکه سرک نو رو بسازیم. ولی سرک قوغزار امیر سرک تنگیر برادرایی که از قوغزار هستن ما را از اون مسیر نمیله که ما سرک را پراختر کنیم یا سرک از جاهای بالتر جور کنیم. امروز برادران در صفحه فیسبوک ایر برای از ما یادآور شدن که اونها نمیلن که ما این سرک را از اونجا جور کنیم و این سرک بازم همون سرک است که قبلا بود، همون آش و همون کاسه و همون به قول همون ضرب و مثل قدیم. و از شما خواهش مونیم که ما یک سال مشکی یا شاید دو سال مشکی ما در این فکر استم تا اینکه همین سرک پشت خانه سید نظیم آقا را در بلیچو وصل کنیم. این یک سرک است که هیچ موقع نه دوچار سلزدگی موشه، این سرک است که هیچ موقع دوچار مشکلاتی که مردم امروز فکر مونه موشن. ما از جوانایی که در بین منطقه هست، از نمایندگانی که در بین منطقه هست، اگر این ویدیو از من لطفا میگیرن روی این موضوع برای خود پیشن فکر کنن و همون رای منطقی را انتخاب کنن تا اینکه اونها بیتنست کار سرک را شروع کنن. ما خودیم چیزی که امسال در توانیم باشه ما برای مردم منطقه انجام میدیم. پارسال هم تنیسیم دیست به دیست هم دادیم، پیش مکتب را جور کردیم، در بخش کامپیوترهای مکتب رسیدگی شد، در خیلی از کارهای کلینیک پارسال رسیدگی شد و این نتیجه همو تلاش، نتیجه همو همکاری و اتحاد شما برادرایی که از مجری هستین است. خلاصه از تک تک شما عزیزان تشکری مونم که مردم مجری هیچ موقع تنها نمیلین، در فکر مردم خود، در فکر مردم خود هستین و در هر شرایطی دیست اونها را میگیرین و اونها را کمک و یاری مونین. از به خصوص دمی آخر پایه سرک خیلی هم کارش به خوبی پیش رفت و برادرها خیلی به خوبی کاری سرک پایه آنتن سلام را به خوبی کارش پیش بردن. بسیار تشکر از علیاتا مهاجیر و از شبکه روستا تیوی که اینقدر زحمت میکشیدن، سیمیت ها را در پشت بردن رسندن و ویدیوهایی که شبکه روستا تیوی گرفت برای از مو به نشر رسند. بسیار تشکر که از لحظه لحظه چشم مردم مجری خارج از کشور بودین. این یک بسیار جای خوشحالی است که ما از هر لحظه لحظه اتفاقاتی که در بین منطقه مفته در خارج از کشور یا در خارج از افغانستان آگاهی پیدا مونیم. خب کمپاین شروع است، فعلا خودیم در اول شروع مونم، ولی چیزی که در توانیم باشه برای مردم انجام بدیم. امسال ما میخواستم برم در ترکیه، ولی به خاطر همین کار واقعا میخوام که از رفتن خود خاص ترکیه صرف نظر کنم، اما پیسی رو نمیخوام خرج مصرف تعطیلات ترکیه کنم و مورای تا جایی که چیزی که برای امیر را در نظر گرفتم میخوام مورا برای شما، برای امی مردم بین منطقه به مصرف برسنم. کمپاین شروع است، خلاصه هر کسی که عرقدار که در نظر دارن، برادرایی که در انگلیس هستن، برادرایی که در استرالیا هستن، برادرایی که در اروپا هستن، از تک تک شما ازن خواهش مونم که در این کمپاین بازم ما را همراهی کن، کمک کن تا اینکه بتونیم می سرک پشت خانه سید نظیم آخره در چوب بوسید وصل کنیم. این بود خواهش از ما و ما موضوع این سرک را هم اشتادم که کار شروع سرک نوی مجری. از شما خواهش مونم که در این راستا ما را کمک کنیم. و دفعه پیشی که ما یک نامی از برادرای انگلیس گرفته بودم، ما زندگی از خود خره امروز مدیون برادرای انگلیس هستم که مکتبی برگ میدور امروز به لیسه تبدیل کرد.